رئیس جمهور آمریکا مارک پومپئو را به جای رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور منصوب کرد. همزمان جین هاسپل به عنوان رئیس جدید اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی شد. دونالد ترامپ اعلام کرد مایک پومپئو رئیس اطلاعات مرکزی آمریکا وزیر خارجه جدید ایالات متحده می شود. او کار خارق العاده ای خواهد کرد. از رکس تیلرسون برای خدماتش ممنون هستم. جینا هاسپل به عنوان نخستین زن رئیس اطلاعات مرکزی خواهد شد. سی بی اس نیوز گزارش داد دونالد ترامپ گفت که یکی از دلایل اصلی برکناری رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه حمایت او برای حفظ توافق اتمی با رژیم ایران بوده است. رئیس جمهور آمریکا در بیرون کاخ سفید در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تغییر وزیر خارجه این کشور گفت با رکس تیلرسون درباره مسائلی اختلاف نظر داشتیم. وقتی به توافق اتمی با رژیم ایران نگاه می کنید، از نظر من این توافق وحشتناک است، ولی به نظرم او با آن مشکلی نداشت. من خواهان آن بودم که یا آن را لغو کنیم یا اقدامی انجام بدهیم، ولی او مقداری متفاوت فکر می کرد. لذا ما به طور واقع یکسان فکر نمی کردیم. با مایک پومپئو روند فکری بسیار مشابهی داریم و به نظرم خیلی خوب پیش خواهد رفت. ترامپ افزود من این تصمیم را به دنبال مشورت با بسیاری افراد اتخاذ کردم، ولی خودم تصمیم گرفتم. سپاه پاسداران در خبرگزاری خود درباره وزیر خارجه جدید آمریکا نوشت پومپئو که چه در زمان فعالیت به عنوان نماینده کنگره و چه در منصب ریاست اطلاعات مرکزی گرایشات به شدت ضد نظام داشت.